برای روی خودتون تمرکز کنید و مسئولیت هوشیاریتون رو در این لحظه به عهده بگیرید و خودتون رو تغییر بدید اگر جلوی این سیل اولا که میگه جلوی این سیل رو نمیشه گرفت کسایی که جلو این سیل رو گرفتن دوچار درد شدید شدند اگر کسی جلو این سیل رو بگیره پس از چهل سالگی دوچار بحران میشه گاهی اوقات این بحران رو به صورت طوفان نوح معرفی میکنه مولانا به ما یعنی در زندگیش طوفان میشه از هر چیزی که ذهنش نشون میده درد میاد بدنش مریض میشه خوابش نمیبره بیقرار میشه برای همین میگه افسردان عمری که آن بگذشت بی آن جان خش یا خوش بله همینطور این بیت بیت ها از جاهای مختلف عرض کردم این بیت ها اومده که این ذهنی که این قصه درست کنه اینو به اون ربط بده پاره کنید شما این بیت ها رو به عنوان یه بیت تک روی خودتون اعمال کنید ببینید چی یاد میگیرید ای ای عشق میکن حکم مر ما را غیر خود ببر ای سیل میگوری بگور ما را به دریا میکشی میتونید این حرف رو بزنید حکم مر یعنی حکم تلخ کنایه از حاکمیت قاطع از عشق یا در واقع این فرایند تبدیل باید صورت بگیره ما نمیتونیم من ذهنی رو نگه داریم عشق یعنی یکی شدن با خداوند و این مستلزم فضاگوشایی به اندازه بینهایت پس میگه این حکم تلخیه که در این لحظه فضا رو باز کنی همون فضای گشوده شده باشی و اون چیزی که ذهنت نشون میده نباشی میگه ای عشق حکم تلختو اجرا کن ما را از غیر خودمون ببر همون بیت اول ما از جنس خداوند هستیم از جنس من ذهنی نیستیم ما را از این ببر ای سیل خداوند که از اون ور میاد سونامی بگر یعنی خروش کن برای اینکه من میدونم منو به دریا میکشی منو میخوای ببری با بی نهایت خداوند یکی کنی منو داری میبری به فضای یک تایی. و همینطور این ابیاد از دفتر سوم میگه بشنو اکنون قصه آن رهروان که ندارند اعتراضی در جهان زولیا اهل دعا خود دیگرند که همی دوزند و گاهی میدرند قوم دیگر میشناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا یه قصه آن انسان معنوی رهرو رو بشنو که در این جهان اعتراضی ندارند اولا که شما از خودتون سوال کنید من این لحظه اعتراض دارم یه نارضایتی دارم اگر دارید من ذهنی دارید و با اون اعتراض همانیده هستید میگه برخی از اولیا امروز اولیا داشتیم که دوستداران خداوند هستن یار خداوند هستن برخی از اولیا شما هم شاید از اونا باشین اهل دعا هستین یعنی فضا رو باز میکنین که بعضی موقع میدوزین بعضی موقع ها میدارید اما یه قوم دیگه من میشناسم که دعا نمی کنند و چی کار می کنند؟ به غذا و کنفکان گوش میکنند. در غذا زوق می بینند همش فضا را باز میکنند. هیچ موقع غذاوت نمی کنند از رضا که هست رام آن کرام جستن دفع غذاشان شد حرام در غذا زوقی همی بینند خاص کفرشان آید طلب کردن خلاص؟ حسن زنی بر دل ایشان گشود که نپوشند از غمی جامعه کبود ببینیم شما به این سبت میتونه عمل کنید کرام جمع کریم به معنی بزرگوار بخشنده جوان مرد پس بنابراین میگه که یه قوم دیگه میشناسم انشالله که شما از این قوم هستید اینا دعا نمی کند یعنی از خداوند به هیچ وجه نمیخوان چی کار کنه چی کار نکنه دائما راضی هند. این لحظه رضا ایجاب میکنه که غذا رو دفع نکنند غذا را دفع نکنن یعنی این لحظه اتفاقی میفته و فضا را در اطراف باز میکنند و رضایت دارند چرا برای اینکه میگن این, که می نور معتمنه من قابل اعتماد هستم من خودم قابل اعتماد هستم درون یک هوشیاری قابل اعتماد هستم قابل اتکا هستم این من ذهنی من هست که قابل اتکا نیست و میگه رضا رام اونها شده این بزرگواران شده و قضاشون نمیخوان دفع کنن میگه هر اتفاقی که زندگی در این لحظه برای ما پیش میاره ما فضا باز میکنیم فضا بندی و قضاوت حرامه در این قضا غذا چی قضاوت خداونده اگر فضا باز کنند کنفکان یعنی بگو بشود کار میکنه در این این خلاصی رو کف میدونن نمیگن این هم هویت شده یه حالا درست کن فقط میل میکنن به اینکه فضا را باز کنند و قضاوت نکنند تا زندگیشون عوض بشه در غذا ذوقی همی بینند خاص یعنی ذوق خاصی در غذا میبینند همین زل چارم اون مستطیلی که در حقیقت وجودی نشون میده ببینید می چقدر این ذوق میاد که در غذا ذوق هست جاییش که ذوق هست آفریدگاری هم هست اون ذوق خاص رو شما هم در غذا این بیت معنی نمیده که ما یه من ذهنی به اصطلاح ابله باشیم بعد بریم اشتباه کنیم مسئله درست کنیم مانع درست کنیم دشمن درست کنیم و درد درست کنیم بین درد و مسئله بغلطیم بگیم اینو قضا کرده نه شما باید اصلاح زندگیتون رو لحظه به لحظه ببینید نمیگم خضاوت کنید ولی خواهین دید که انعکاس فضای گشوده شده در بیرون نیکه بی درد، حتی قسمت مادیتون داره درست میشه. روابطتون با مردم داره درست میشه. حالتون بهتر میشه. خوابتون بهتر میشه. قدرتتون زیادتر میشه. حس امنیتتون بیشتر میشه. راحتتر شما را زندگی هدایت میکنه. حسن زنی بردل ایشان گشود، یعنی خداوند یه حسن زنی در دلیشون گشوده چرا؟ برای اینکه فهمیدن دلشون فقط اونه که اینها از غمی جامعه کبود نمی پوشن. چطور هست که به محض اینکه یک غذا اتفاقی میاره ما فورا جامعه سیاه می پوشیم میگیریم می گیریم اعتراض داریم به خداوند که چرا این کار کردی؟ این مطابق میل من نبود میگه این کفره حرام این کفرشان آیت طلب کردن خلاص بله بنگرین این کشتی خلقان غرق عشت اجده گشت گویی حلق عشق اجده ناپدید دلربا عقل همچون کوه را او چهربا، عقل هر اتار کاگه شد از او تبله ها را ریخت اندر آبجو بله تبله یعنی صندوقچه و توجه میکنید اصلاحات مختلفی مولانا به کار میبره تا ما درست بفهمیم گفت سیل این جلوش کسی نمیتونه بگیره ما نمیتونیم جلوی قضا وایسیم قضا فرمان الهی قدر هم اجراش ما لحظه به لحظه این اتفاق میفته در جهتی میفته که ما باید به او زنده بشیم و او هم زنده و آماده به صورت عدم و سکوت در مرکز ماز ما داریم هر لحظه زیر پا میذاریم که ما تو رو نمیبینیم ما همین من ذهنی رو میبینیم تصوراتمون رو میبینیم در غزل گفته من دوست دشمن خداوند نمیشم میگه ببین که چشلیه مردم غرق در دریای عشق و الان به صورت اجراها مطرح میکنه میگه این حلق عشق مثل اجدههاست من ذهنی میتونه در برابرش مقاومت کنه نه اما این اجراهای ناپدید و دل رو یعنی اجراهایی که نمیشه دید و واقعا دل چسبه وقتی که قسمتی یا همه من ذهنی ما رو میبلعه یعنی من ذهنی متلاشی میشه ما زنده میشیم به خداوند این اجده هاست عقل ما درسته که مثل کوه ولی عقل ما رو به خودش میکشه اگر شما اجازه بدید میگه عقل هر اتار اتار میدونید همانی دیگه ها رو میفروشه در اینجا اتار قدیم عطر و خاربار و اینا میفروختیم ما هم در ذهنمون گذاشتیم همان دیگی ها رو میفروشیم من رو نگاه کنیم بدنم رو نگاه کنیم چقدر خوشگیر صورت رو نگاه کنید پول نگاه کنیم مقام رو نگاه کنید هر کسی میگه از این عشق از این اجده ها آگه بشه همه این تبله ها رو صندوقچه ها رو میریزه تو آب سیل دوباره سیل رو مطرح کرد الان میگه شما میتونی همانیدگی هاتون یکی که بریزیم به این جویی که رد میشه ببره بله اگر تو این جو بیفتی و رو در معرض این تابش یا این جریان آب قرار بدی که از اون ور میاد و جلوش وای که گفت نمیتونین جلوش وایستین شما بگین دیگه نمیتونم جلوش وایستم بله این بیتم خیلی مفید خواهد بود رو که از این جو بر نیایی تا ابد لم یکن حقا له کفا احد برو که از این جو دیگه بیرون نخواهی اومد ای کسی فضا رو واقعا گشاد و سیل و اونوری رو دید و این اجده ها رو دید و فهمید که این من ذهنی رو دیگه نمیتونه نگه داره و این تصویر ذهنی نیست